گله ای از گرگ ها اولاغ را محاصره می کند. ببینید بعدن چه اتفاق می افتد. دنیای حیوانات همان طبیعتی است که در آن متولد، بزرگ و در آن می میرند. حیوانات برای اینکه بتواند شکمشان را سیر کنند از مناطق به مناطق دیگر سفر می کنند، ولی این سفرها همیشه عاری از خطر نیست. بسیاری از این حیواناتی که در حیات وحش یک ناحیه زندگی می کنند وحشی بوده و روبرو شدن با آنها می توانند برای حیوانات دیگر خطرساز باشد. گرگ ها از جمله این حیوانات وحشی هستند که در تمام مناطق کویری، جنگل ها، دشت ها و تقریبا در تمام نواحی طبیعی یافت می شوند. بنابراین این حیوان درنده خطری برای سایر حیوانات به شمار می رود. در این ویدیو شما حمله گرگ و الاغ را خواهید دید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. حتما شنیده اید که میگه در برخ موارد الاغ بهتر از سگ نگهبانی میدهد. خرها کمتر با آدم ها وابستن و به این دلیل مجبور کردنشان به انجام کاری که دوست ندارن خیلی مشکل است. خرها به ظاهر به آزار اما به صورت ذاتی از سگ و موجودات همخانوادهشان مثل روبا، گرگ ها متنفرن. این حیوان با حضور گرگ ها و روباها تلاش میکنن که با سر و صدا توجه جلب کنن و حتی شده که بر آن حیوانات حمله کرده و با پاهای جلو لگد های محکمی میزند. اما باید توجه داشت که مقاومت در برابر گرگ ها که گله ای حمله میکند کاری ساده ای نیست و برخ موقع قربانی میشود. در این کلیپ صحنه ای از حمله جگوار را نشان میدهد که بر خر حمله میکند. او خودش را از گردن خر آویزان میکند. با آنکه خر قوی تر و بزرگتر از جگوار است، اما جگوار شکاریست و میداند که از کجای تامش بگیرد تا او را راحت به زمین بکشاند. خر تلاش میکند تا خودش را از جگوار نجات دهد. با پاهای جلو لگد میزند تا جگوار را به زیر بکشد، ولی جگوار آویزان است. خرها حیوانی نیست که به سادگی تسلیم شود. مبارزه و تلاش برای زنده ماندن تا حدی نتیجه بخش است و این خر توانست با مبارزه و تلاش خودش را از جگوار نجات دهد. این کلیپ در چین ثبت شده است. گله ای از گرگ ها به تعقیب خر وحشی را افتادن. گرگ ها کمتر به تنهایی شکار میکنن. شکار گروهی راز موفقیت گرگ ها و به زیر کشیدن تومه است. وقتی همه به دنبال یک تومه را میفتن، هر کدام نقش خودشان را بازی میکنن. گرگ ها تومه را تا حد ممکن تعقیب میکنن و به دنبالش میدون و به این کار مشکل ندارد تا تومه از لحاظ جسمی به شدت خسته شود. این خر چند بار از حمله مرگبار گرگ ها نجات یافت، ولی گرگ ها برای کشتن این خر تا حد امکان تلاش میکنن. برعکس جگوار که تنهایی شکار میکنن و به تنهایی میخورن، گرگ ها نمیتوانن به تنهایی موفق شون. نه قدرت و توانایی و نه جسامت و سرعت جگوار را دارد، بنابراین باید گله ای حرکت کند. در گله یکی به عنوان رهبر نقش بازی میکند و بقیه گرگ ها از دستور گرگی رهبر اطاعت میکند. در نهایت گله گرگ ها موفق میشوند تا خر را شکار کنند و بعد از تلاشی خستگی ناپذیر شکمی سیر کنند. خرها نگهبان خوبی است، اما نه در برابر شکارچیانی بزرگ مثل جگوار و گرگ. اینجا صحنه ای را نشان می دهیم که گله ای از گرگ ها از راه می رسد و می خواهند خر را شکار کنند. این جانوران از گوشتخاران خشکیزی و بومی آفریقا و آسیا هستند. کفتارهای خالدار به شکل گروهی زندگی می کنند و در 95% موارد از حیوان شکار شده توسط خودشان تغذیه می کنند. کفتارهای راه راه معمولاً از باقی مانده لاشه حیوانات مرده یا حیواناتی که توسط جانوران دیگر شکار شدن تغذیه می کنند. کفتارها به طور عادی در طول شب و گاهی ابتدای صبح فعالیت دارند و در طول روز در لانه هایشان استراحت می کنند. قابل توجه است به سر و صدای کفتارها هنگام کار گروهی خنده کفتار گفته می شود. امروزه بر دانشمندان جانورشناس آشکار شده است که خنده کفتارها گونه ای ارتباط صدایی برای دادن پیام میان آنهاست.
کفتارهای گرسنه با بویایی قویی که دارن مردگان تازه به خاک سپرده شده را از گور در می آورن و مردم ناچار چند شب بر گور تازه مردگان از بین کفتار آتش روشن می کنن. اینجا نیز شب است و کفتارها به شکار برآمدند، اما خر به راحتی تسلیم نمی شود. علاوه بر آن که سر و صدا می کند، هیچگاه پشت به دشمن نمی کند و همیشه رو به روی شکارچی است تا بتواند از خود دفاع کند. خلاصه برای مدتی مقاومت می کند و هر بار که کفتار حمله می کند با پاهای جلو حمله می کند و در نهایت کفتارها خسته می شود و شکار این الاغ دست بردار می شوند و شرمنده از محل زندگی الاغ دور می شوند. خب دوستان، شما در این مورد چی فکر میکنید؟ در بخش کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.